الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. آیه آیه همه جا عطر جنان می آید، وقتی از حسن تو صحبت به میان می آید. جبرئیلی که به آیات خدا مأنوس است، بشنود مدح تو را با هیجان می آید. خواستم در خور حسن تو کلامی گویم، شعر من عاقبتش حسرت و ویرانی شد. ای که مبهوت تو و وصف خط از حسنت، عقل صد مولوی و حافظ و خاقانی شد. از ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به محضر سید رسولان و خاتم پیامبران و خاندان عصمت ایشان و عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی، بسیار خرسند هستیم که در شب بسیار بسیار مبارک و نورانی، شب میلاد پیامبر عظیم الشأن اسلام و امام جعفر صادق علیهم السلام، با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم مهمان لحظه های شاد و ایدانه شما هستیم. این برنامه را تا آخر با ما همراه باشید. در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر توکلی هستیم با موضوع اخلاق مداری در سیره پیامبر اکرم و امام صادق. سلام علیکم جناب دکتر توکلی، بزرگوار، عید شما مبارک باشه. بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حیدری و همه بینندگان گرامی، خواهران و برادران عزیز و همه فارسی زبان‌های بزرگوار در اقصی نقاط عالم. امیدواریم که گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم. بسیار سپاسگزار هستم از این شروع ایدانه جناب عالی که متناسب با این شب هست. امیدواریم، آرزو میکنیم که خداوند عید برای همه مسلمان‌ها نیک و مبارک گردانه. جناب استاد توکلی، در شب میلاد پیامبر اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام، پرچمدار مکتب پیامبر عظیم الشأن هست دیگه امام صادق، میخوایم از اخلاق بگوییم. اخلاق در سیره و زندگی پیامبر اکرم و دیگر امامان، مخصوصا امام صادق که امشب شب میلاد دو بزرگوار هست، چی جایگاه داشت؟ بله، موضوع بسیار خوبی انتخاب کردید و انگوش گذاشتید روی مسئله بسیار مهمی که حلقه مفقوده جامعه اسلامی هست و همچنین در واقع عنصر اساسی بعثت پیامبر و اون چه که اصلا انبیا و اولیای الهی برای او جان دادن، از مال و جان و هستی خودشون گذشتن و اصلا فلسفه بعثت انبیا الهی و فلسفه امامت امامان همین مسئله است. و در دنیای امروز بینندگان عزیز ما اطلاع دارند که
متاسفانه همه چیز هست الا اخلاق و ما به شدت از هر زمان دیگری بیشتر به اخلاق و اخلاق مداری نیازمندیم. سخن از اخلاق در جهان امروز خیلی گفته میشه، در رسانه ها، در تلویزیون ها، در فضای مجازی، اما متاسفانه اون چه که وجود نداره یا بسیار کم رنگ هست اخلاق مداری است. اخلاق در راه سیاست و قدرت ذبح شده، مستضعفان و پابرهنگان هر روز از حقوقشون محروم تر میشن. بله. و گردن کلفت های تاریخ، طاغوت های زمان با نام اخلاق متاسفانه با پنبه سر مظلومان میبرن و ما امروز از هر زمان دیگری به این تعالیم اخلاق مدارانه پیامبر و امامان، مخصوصا امام صادق علیه السلام که رئیس مذهب هستند، بسیار بسیار محتاج هستیم. بحث از اینجا شروع میکنم که عرض میکنم که دین یک حقیقتی است که سه لایه، سه بطن و سه سطح داره. درست. سطح بیرونیش مناسک دینی و تکالیف دینی و فروع دین هست، شعائر هست و امور فقهی است، مثل نماز و روزه و حج و جهاد و زکات و اینا. بله. لایه عمیق‌تر و درونی‌تر اعتقادات هست که در واقع مؤمن از منافق جدا میکنه، جامعه ای که جامعه ایمانی است از جامعه منافق جدا میکنه. در جامعه ای که مؤمنان حکومت میکنن و مؤمنان زندگی میکنن، سخن و عمل اونها یکیست و ظاهر و باطن اونها، صورت و سیرتشون یکیست، اما در جامعه ای که منافقان هستند و نفاق موج میزنه، سخن و عمل افراد یکی نیست. همونطور که قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این خطاب به کسانی است که ادعای ایمان دارن ولی عمل ایمانی ندارن. بله. بنابراین اگر بخوایم گریزی بزنیم به زندگی و سیره عملی پیامبر، لایه سوم رو نفرمودید؟ بله، لایه سوم. بله بله بله، دوم معارف. احسنتم، خوب شد فرمودید که یک لحظه من غفلت کردم. لایه سوم اخلاق هست. ببینید، عمیق ترین لایه دین، عمیق ترین یعنی در واقع هسته مرکزی دین و اون نقطه اصلی که باعث ارسال رسول و انزال کتب شده، اخلاق هست. لذا ببینید پیغمبر به اصحابش فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا زیبایی های اخلاق تمام بکنم. و تو اون آیه شریف هم هست، فرمود و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه میکنه پیغمبر و اخلاق هست. بله، تربیت میکنه، اخلاق و اخلاق مداری در جامعه نهادی نمیکند. بله. و بر اساس اون حالا تعالیم پیامبر اصلا حول محور اخلاق میچرخه. درست. اگر شما اخلاق را از ادیان بگیرید، دین ها از دین یک پوسته و یک قشر در واقع بی خاصیت و بی فایده میمونه، مثل یک جوز پوچی میشه که ظاهر سالمه و باطنش کرم خورده است. بله، و فاسد هست. لذا مناسک و فروعات دین در خدمت اخلاق است، اعتقادات در خدمت اخلاق است و حقیقت اخلاق عدالت است و انصاف است و رعایت حقوق مظلومان در جامعه، از بین بردن جهل جاهلان. بله. و رعایت حال مظلومان. پیامبر صلوات الله و سلامه علیه که خاتم پیامبران و رسولان هست، ایشون اصلا پیامبر اخلاق و مهرورزی است، پیامبر رحمته. همونطور که قرآن میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ببینید در جای جای قرآن از اخلاق نیکوی پیامبر نام برده شده. مثلا در اون آیه شریفه که میفرماید و انک لعلی خلق عظیم، ببینید قرآن خیلی از چیزها به دیده تحقیر نگاه کرده. مثلا در مورد دنیا میگه و مل متاع الدنیا الا قلیل، کل دنیا شهرت و قدرت و ثروت و هر چیزی که رنگ و بوی دنیوی داره میگه قلیله. در مورد علم بشر میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ولی در مورد اخلاق پیامبر میگه که اخلاق پیامبر عظیم هست. یکی در مورد شرک میفرماید که شرک گناه عظیمه، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، که از وصایای حضرت لقمان به فرزندش هست.
و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله، میگه شرک ظلم عظیمه. بعد در مورد اخلاقیات میگه که اخلاق پیامبر اخلاق عظیم هست. اخلاق عظیمه یعنی چی؟ یعنی همه وجود پیامبر رو اخلاق گرفته و اخلاق در واقع در تمامی زوایای زندگی پیامبر خودش رو نشان میده. در رفتار از خود حضرت نقل کردید که حضرت در بر قله خوبی ها و اخلاق بله. قرار گرفته، یعنی بله. آمده زیبایی های اخلاقی را بله. تمام کرده تمام و برای کرده. ما نشان داده که اگر شما میخواین این راه رو طی کنید اینم بله. راه و من عملا به این هدف رسیدم. بله خیلی عالی. من یک سوالی میخوام مطرح کنم بله. و به یک نکته اشاره کنم، بینندگان عزیزمون روی مسئله توجه کنن. ببینید جامعه عرب جاهلی که خب بینندگان ما شنیدن دیگه، استخوان شتر میپرستید، استخوان خوک میپرستید، دخترها زنده به گور میکرد و برای این که شتر یک قبیله تخم کبوتر قبیله دیگر لگد کرده، 30 سال قبیله اوس و خزرج با هم دیگه جنگیدن، هزاران جوان کشته شدن. این جامعه که در انحطاط محض هست، در بی اخلاقی محض هست، در یک در واقع فساد بله. عظیم قوتور هست، این جامعه ظرف 23 سال تبدیل میشه به جامعه مترقی و تمدن ساز. پیامبر چه کرد؟ آیا برای اینها فلسفه و حکمت و عرفان آموخت؟ آیا در واقع اینها رو برد توی کلاس ها و مدرسه و مثل یک محصل و دانش آموز مجبور کرد که یک سری محفوظات حفظ بکنن؟ نخیر. پیامبر با مغناطیس اخلاق مردم جذب کرد و اگر اخلاق پیامبر نبود به تعبیر قرآن مردم در اطراف او جمع نمی شدن. ببینید قرآن میگه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیغمبر به خاطر اینکه رحمت خدا شامل حال تو شد، تو نسبت به این مردم خشن، این مردم عبوس، جنگجو، پرخاشگر، مهربان و لین شدی. به این نکته برمیگردیم جناب بله. استاد گرامی، من خواستم که وسط حرف شما آمدیم. همکارای ما به مناسبت میلاد با برکت پیامبر عظیم الشان و امام صادق علیه السلام میان برنامه ها و کلیپ هایی را آماده کردن همراه با شما و بینندگان عزیز و دوست داشتنی تلویزیون جهانی هادی و برنامه به وقتی بداری میریم کلیپ و میان برنامه رو میبینیم. ای آسمان مبارکت باد این روز و همه روز، چه هدیه ای آورده ای خاک نشینان مفلوک را، این عطر حضور کیست که عرش را به هیجان آورده است؟ ایام بکام ای درخت نبوت و توبای صداقت، شاخه هایت پربار که امروز گل کرده ای به وجود زیباترین مولود هستی، مولود حرم، مولود آستانه عفت و ایمان. میخوانمت به نام تمام زیبایی ها، درود خدا بر تو باد آنگاه که پیشانی ارادت بر خاک نهادی تا شکوه بندگی را به جای آوری. درود خداوند بر تو باد آنگاه که مادر را سلام گفتی و فرشتگان به تحسین جمال بیمثالت پرداختند. درود خدا بر تو باد آنگاه که زمین از نعمت حضورت در کائنات برخوردار شد و آسمان به میزبانی زمین قبطه خورد. درود خداوند بر تو باد آنگاه که خانه دوست آکنده از عطر عاشقانگی ها شد و نجوای نمازت دل از آسمان رو بود. درود خداوند بر تو باد آنگاه که زبان به حمد و یگانگی خداوند گشودی و عطر توحید کوچه های مکه را فرا گرفت. درود خداوند بر تو باد آنگاه که زخم بی شمارت عشق را به تماشا فراخواند و عاشقانگی از افسانه به حقیقت پیوست.
درود خداوند بر تو باد. آنگاه که قربت به قصد قربت برگزیدی و برکت وجودت تاریخ را به مبدعی از نور راه نما شد، درود خداوند بر تو باد. مادامی که حیات در کائنات باقی است، خوشا دلی که بنوشد می از سبوی محمد، بیفتر از سر مستی به جستجوی محمد. قده قده می وحدت بنوشد از خم احمد، کسی که معتکف آید به پای کوی محمد. سلام مجدد خدمت شما عزیزان همراه، مخصوصا شما بینندگان عزیز و گرامی که تازه به جمع ما پیوستید. بله، شما در شب میلاد سراسر نور و برکت این پیامبر رحمت و فرزند بزرگوارشان امام جعفر صادق علیه السلام بیننده برنامه به وقت بیداری هستین با موضوع اخلاق مداری در سیره ای دو بزرگوار. اجازه بدین که بحث دنبال کنیم خدمت کارشناس محترم جناب دکتر توکلی. رمز و راز موفقیت یا کلید موفقیت پیامبر که شما گفتید در مدتی کم از یک جامعه ای که غرق در جاهلیت و انحطاط بسیار عمیق و گسترده ای بود، یک جامعه ساخت که اینها تمدن سازی کردند. بله. و تمدنی که مسلمان ها در آغاز در صدای اول آفریدند هیچ کسی منکرش نیست، و چه بسا که تمدن امروزی و تمدن که از تمدن غرق سرچشمه گرفته مدیون همون تمدن باشه، حداقل از اون تمدن بهره های برده باشه. بله. کلید موفقیت پیامبر چی بود؟ بله، دقیقاً نکته بود که بنده اشاره کردم و شما خیلی خوب بسط دادین قضیه. ببینید، کلید موفقیت پیامبران و از جمله پیامبر ما اخلاق مداری بود و لا غیر. شمشیر شما شک نکنید میکنن. بله بله، که در دنیا امروز متاسفانه ما رو متهم میکنن به خشونت. بله. غربی ها معاندین میگن اسلام با شمشیر، رفتار بعضی از مسلمان ها هم همین قضیه رو تقویت متاسفانه میکنن. متاسفانه در دنیای امروز دوستان ناآگاه و دشمنان آگاه و مغرض دارن به ای آتش خشونت شعلور میکنن و در فضای مجازی در دنیا امروز تبلیغ خشونت میشه بر علیه مسلمان ها و اسلام و پیامبر اعظم. بله. و بزرگترین ظلمی که در تاریخ در واقع داره اتفاق میفته اینه که پیامبر رحمت و اخلاق دقیقا دارن وارونه تبلیغ میکنن، و این پیامبری که پیامبر مهربانی و نیکخواهی و مهرورزی است و سراسر وجود او تواضع انصاف است و نیکی به دیگران هست، دارن این پیغمبر با جنگ طلبی، جنگ سالاری، خشونت ورزی متاسفانه تبلیغ میکنن و این بزرگترین ظلم در حق اخلاق و در حق اخلاق مداران تاریخ است. متاسفانه عرض کردم که پیامبر با اخلاق مداری در قلب انسانها نفوذ کرد و باعث شد که آدمها با همه وجود از مال و جان و خانواده و زندگی و جوانی خودشون بگذرن در راه این حقیقت ناب. بله. برای این رسالت پیامبر جان بدن. جنگ هایی که در رکاب پیامبر بودن، اصحاب گرسنگی هایی که کشیدن، محرومیت هایی که کشیدن مخصوصا در شعب ابی طالب و جاهای دیگه، نشان صادق ای حرف بنده است. اجازه بدید یک قصه خیلی خیلی کوتاهی نقل بکنم برای تصدیق حرف خودم. بله، خیلی وطندارای عزیز میفهمن که بو علی سینا از بزرگترین فلاسفه و پزشکان بزرگ جهان، شاید تاریخ مثل ایشون به یاد نداره، 500 سال کتابهایشون در دانشگاه‌های اروپا تدریس شد، مرد بزرگی است، کل دنیا ایشون قبول دارن. شاگردی داشت به نام بهمنیار.
یه بهمنیار به استاد میگفت که استاد تو با این همه علم و عظمت و آگاهی که بشر مثل تو به یاد نداره، تو اگر ادعای پیامبری بکنی همه قبول میکنن. ابو علی سینا که انسان بسیار عاقل و اندیشمندی بود و جامعه شناس و مردم شناس بود میگفت نخیر، چون این نیست. علم و دانش با پیامبری متفاوته. در شبی از شبهای سرد همدان اون زمان که همین الان هم همدان بسیار سرده، خب بو علی سینا اهل بلخ، از مفاخر کشور عزیز ما افغانستان هست، در آخر عمر خودش رفت به دعوت امیر همدان برای مداوا و طبابت او. در شبی از شبهای سرد زمستان بو علی سینا خواست که بهمنیار امتحان بکنه. بهمنیار از خواب ناز بیدار کرد، نصف شب به او گفت که من تشنیم، برو برای من آب بیار. بهمنیار بهانه‌جویی کرد، گفت استاد شما میفهمین خودتون پزشک، نصف شب آب خوردن مفید نیست، برای بدن ضرر داره، مشکلات ایجاد میکنه، و فلسفه بافی کرد. بو علی سینا گفت من استاد تو هستم، 20 سال تو پیش من درس خوندیم، من به تو میگم برو آب بیار. دوباره چون بهمنیار خواب داشت خوابید، دوباره باز بعد از چند لحظه او رو بیدار کرد، باز دلایل و بهانه‌جویی بعدی. بله. مرتبه سوم که بهمنیار بیدار کرد و گفت برو برای من آب بیار، خب آب که مثل الان در شیر آب خانه نبوده، باید یک مسافت بله طولانی باید داخل خانه باشه، بله میرفته و آب میآورده در روز زمستان پر از برف همدان. مصادف شد با اذان مؤذن. مؤذن در همون لحظه بالای مأذنه توی نصف شب در هوای برفی که یک متر برف آمده رفته بود بالای مأذنه و شهادتین میگفت اشهد ان محمد رسول الله. بعد بو علی سینا به بهمنیار میگه ببین بهمنیار، تو 20 سال شاگرد من بودی، من به تو بسیار خدمت کردم، حاضر نشدی از خواب خود بزنی و برای من آب بیاری و هزار تا بهانه آوردی، این پیامبر چه کرده که بعد از مثلا 400 سال، خب اون زمان 400 سال گذشته بوده، 400 سال از وفات و ولادت پیامبر، مؤذن با هزاران کیلومتر راه ایورتر حاضر میشه از خواب خوب بزنه و شهادتین بگه. بنابراین میخوام عرض کنیم که پیامبر پیامبر اخلاق بود. ما حالا اگر که فرصتی باشه اشاره‌ای داشته باشیم به نمونه ها و مسادی که بله ای اخلاق مداری ممکنه بینندگان، شما ادعا کردیم در این برنامه که رمز موفقیت پیامبر اخلاق مداریشون بود. البته خب این ادعا مستند به قرآن هست، ولی وقتی که شما نمونه‌هایی را به صورت عینی برای ما و بینندگان ما ذکر کنید، این بحث بسیار عینی‌تر و پذیرفتنی‌تر میشه. بله بله بله. حالا من چند نمونه خیلی کوتاه عرض میکنم، دوستان عزیز و بینندگان گرامی میتونن به کتب سیره پیامبر از جمله سیره ابن هشام مراجعه بکنن و مواردی که عرض میکنم اونجا ببینن. اولین نقطه این است که پیامبر پیامبر کار بود. ببینید در جامعه عربی که کار کردن ننگ و عار بود و مردها کار نمیکردن، زنها کار میکردن، پیامبر آمد و فرهنگ کار کردن در جزیره العرب نهادینه کرد، جا انداخت بین مردم و از بیکاری و بتالت مردم برحذر داشت. پیامبر فرمود ان الله یبغض الشاب الفارغ، خداوند جوان بیکار دوست نداره. ببینید پیامبر خودش اهل کار بود، وقتی با اصحاب به صحرا میرفت سخت‌ترین کارها رو قبول میکرد. میفرمود افضل الاعمال احمزها، بهترین اعمال سخت‌ترین عمل هست. او قصه دوستان شنیدن که پیغمبر رفت به صحرا، تقسیم کار کردن، یک نفر گفت که یا رسول الله پختن غذا با مه، دیگری گفت ذبح گوسفند با مه، پیغمبرم فرمود جمع‌آوری هیزم با مه. اصحاب گفتن یا رسول الله شما استراحت کنید ما میاریم. حضرت فرمود که خداوند دوست نداره که کسی در بین اصحاب برای خودش امتیاز قائل بشه. این خیلی نکته مهمی است. و بعد فرمود که عبادت 70 جز داره، مهمترین جزش کسب رزق حلال و کار کردن است. قابل توجه وطندارای عزیز ما که ببینید ما اگر میخوایم رشد بکنیم، از قافله علم و تمدن و پیشرفت و توسعه عقب نمانیم، باید خود ما اهل کار باشیم و فرزندان خود به کار کردن تشویق بکنیم. مردم ژاپن و چین و کره اونقدر کار میکنن که بسیاری از اونها در داخل سرک و خیابان بر اثر شدت خستگی به خواب میرن. در مدارس چین یک ساعتی هست به نام ساعت خوابیدن، محصلین و دانش آموزا روی نیمکت ها بعد از اینکه ساعت خواب اعلام میشه به خواب میرن، خواب عمیق.
عجب. ببینید اینا چند ساعت بله خواب دارن، چقدر خسته ان، چقدر کمبود خواب دارن. در راه رفت آمد سر کار و برگشت به خانه بله صحنه‌ای هست مثلا در ژاپن داخل مترو یا داخل مثلا همین بس اینها بله خواب میرن بله. از فرق خستگی و بله. کمبود خواب بله همین هم هست که رشد کردن. این نکته اول. نکته دوم امانتداری پیامبر هست که بینندگان عزیز توی زمینه چیزهای زیادی شنیدن. من خیلی کوتاه عرض کنم حتی بله. اون زمانی که پیامبر صلوات الله و سلامه علیه مورد عناد کفار قریش قرار گرفت و تهدید جانی شد، باز هم خود سران قریش و خانواده اونها امانتا و اشیاء گران قیمت خود می آوردن پیش پیغمبر امانت می گذاشتن. الفضل ما شهدت به الاعداء، اصلا معروف بود به پیامبر امین بله. دشمنانش هم قبول داشتن، که این خیلی نکته مهمی است و عرض کرد و متاسفانه در جامعه امروزی امانتداری بسیار اندکه. باید اینجا اشاره بکنیم به این که آبروی مردم امانت ما، حق نداریم در فضای مجازی هر مطلبی ندیده و نشنیده و مطمئن نشده فوروارد کنیم، با آبروی دیگران بازی کنیم. پیغمبر فرمود کفا بالمرء کذبا ان ینقل کل ما سمعه، در دروغگویی فرد همین کافیه که بدون تحقیق و تأمل هر چیزی که میشنوه نقل بکنه. به تعبیر امروز بنده هر مطلبی که میبینه تو فضای مجازی فوروارد بکنه. و باز قرآن میگه که ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، کسی که دنبال اشاعه فحشا و بدی هست، فحشا در قرآن صرفا به معنی فحشای جنسی نیست، اشاعه بدی بین مؤمنین هست، در دنیا و آخرت دچار عذاب میشه. درست. نکته بعدی مبارزه با ظلم هست. اجازه بله. بدید همینجا باز یک وقفه داشته باشیم بله خواهش میان برنامه رو ببینیم، باز ادامه صحبت خدمت شما هستیم. دعوت میکنم به تماشای کلیپ به مناسبت میلاد با برکت امام صادق علیه السلام. سیب سرخ نبوغ را در دست دارم و سمت تپه های دست نیافتنی می آید. باد وقتی بر پیکر او می وزد سرمست می شود، می درخشد آن فجر صادق، و بهار از نیمه ربیع الاول شکوفایی بی نظیر خود را عرضه می کند. پلک می گشاید فرزند زیبا چشم امام باقر، فرزند آن شکافندهی که دانش زانوی دانستن در مکتب او به زمین ساییده، فرزند اوست، او مژده فرخنده پیغمبر است. باد شمیم درک و عرفان را از اقیانوس چشمهای او آورده است، فرزند زیبا چشم گشوده است از جهانی دل رو بوده است. چه عطای مبارکی با خود دارد و ردای بارانی خود را به سرفصلهای قحطی زده می کشد. در پشت چشمهای او خورشید می درخشد. او که با دستهای مبارکش رودها را به دریاها متصل می کند، صخره‌ها و سنگها در مسیر سیلاب سرگرم سرکوب هم بودند. در این میان چه رودها که به مقصد نرسیدند، چه صحراها که سیراب نشدند، و او وارث عظیم کتابهای مهرموم شده بود و انبوهی از ناگفته‌های پیامبران و صالحان را در صندوقچه سینه خود داشت، و در برهی که نور فرصت پرواز پیدا کرد بی نظیرترین زمانه خود را تجربه کرد. آنگاه که امام جعفر علیه السلام حلاوت دانستن را در کام او ریخت، او چیزی فراتر از امواج و نور و باران است. بهار ربیع الاول همیشه از نیمه ماه از همان روز 17 آغاز می شود. بهار ربیع الاول آنگاه که فجر صادق رخ او نمایان می شود.
مدینه غرق صفا شد ز روی حضرت صادق، دمید عطر محمد ز بوی حضرت صادق. فروغ روی نبی را که مکه یافت در امشب، مدینه دیده دوباره ز روی حضرت صادق. شب درخشش خورشید آسمان علوم است که نور می‌دهد از چار سوی حضرت صادق. تمام فقه بود وامدار مکتب فضلش، کمال عشق بود رازگوی حضرت صادق. مجدداً شب میلاد پیامبر عظیم الشان و امام جعفر صادق خدمت همه محبان و دوستدارانش تبریک عرض میکنم. مثبت 964-780-255-4013 هم پل ارتباطی تلویزیون جهانی هادی با شما بزرگواران هست. بدون اینکه وقت از دست بدیم برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث. بله، نکته ای رو میخواستید بفرمایید که برای وقفه قد شد صحبت شما. بله، میخواستم اشاره کنم به بحث اخلاق مبارزه با ظلم که در وجود مبارک امام صادق و پیغمبر مخصوصا وجود داشت. در قسمت مبارزه با ظلم تأکید میکنم روی بحث عدم تبعیض، این که پیامبران در واقع معتقد بودند که بین افراد مختلف جامعه در تقسیم مواهب نباید تبعیض وجود داشته باشه، عدالت باشه. بله، عدالت باید وجود داشته باشه بین ثروتمند و فقیر، بین رئیس و مرؤوس، بین قبایل مختلف برخوردار و کم برخوردار. بله. به هیچ عنوان نباید تبعیض وجود داشته باشه، بلکه باید عدالت باشه. روزی سلمان فارسی وارد مجلس شد، پیغمبر او دعوت کرد، گفت بیا نزدیک من بشین. یکی از اعراب، یکی از اعرابی های بدوی بسیار ناراحت شد و پیغمبر فرمود یا رسول الله، ما عرب هستیم، از قریش هستیم، به ما نگفتی بیا بالا بشین، به سلمان فارسی گفتی، در حالی که او فارسه. بله، پیغمبر فرمود لا فخر. ذهنیت های بله تبعیض‌آمیز میراث زمان جاهلی بله. بود وجود داشته در بین مسلمان، نژاد بله. پرستی و تبعیض بین عرب و عجم. بله. فرمود لا فخر لعربی الا عجمی ولا لعجمی الا عربی الا بتقوا. ببینید، عرب بر عجم، عجم بر عرب نباید افتخار بکنه مگر به تقوا. من میخوام اینجا یه گریز بزنم به بحث تبعیض‌هایی که متاسفانه در جامعه ما گاهی اوقات احساس میشه. اولا باید حاکمان جامعه مواظب باشند و رصد بکنن که بین افراد مختلف ملت تبعیضی اتفاق نیفته. بله، همه افرادی که مستحق هستند و میتونن از یک موهبتی برخوردار باشن باید برخوردار باشن. امیدواریم که انشاءالله زمینه تحصیل زنان ما در جامعه ایجاد بشه تا این احساس تبعیضی که در اونها ایجاد شده ای هم از بین بره. خب جناب استاد توکلی بزرگوار به نکات بسیار مهمی اشاره فرمودید. در افغانستان خب امشب به هر صورت شب میلاد او پیامبر هست. ای که امشب موضوع برنامه ما و شما اخلاق پیامبر و امام صادق علیه السلام انتخاب شده، قطعا هدفمند بوده. نیاز جامعه ما به اخلاق بیش از هر چیز دیگری هست. چرا؟ چون ما جامعه خشونت زده هستیم. خشونت به کجا خودش نشان میده؟ وقتی که جامعه از اخلاق توهی شود. در جامعه توهی از اخلاق هست که اینجا خشونت برجسته میشه. بله. و جامعه آسیب میبینه به شدت. هسته اصلی هر جامعه، کوچکترین جمع در هر جامعه خانواده هست. بله. یعنی هسته هر جامعه خانواده هست. بله. در این قسمت اگر از اخلاق بله. پیامبر در خانواده برای ما بگید بله. بسیار بسیار خوشحال میشیم. بله، دقیقاً به یک درد بسیار دیرینه و کهنی اشاره کردید که بله. واقعاً نیاز امروز ماست. بیشتر فرصت نمونده. چشم. ببینید، یکی از کارهای مهم پیامبر این بود که تبعیض بین زن و مرد در جامعه از بین برد. اصلاً عرب جاهلی مرد بودن افتخار میدونست و زن بودن یک ذلت و مایه نکبت میدونست و فرار میکرد از این قضیه. پیغمبر آمد این قضیه ارزش اخلاقی
در واقع ضد انسانی وارونه کرد و جایگاه بسیار عظیم و رفیعی به زنان داد. بله. فرمود که اقربکم الیه التفکم به اهله، نزدیکترین شما به من کسی است که مهربان ترین شخص باشد نسبت به خانواده. بعد فرمود اقربکم الیه احسنکم خلقا، نزدیکترین شما به من به پیامبر کسی است که خوش اخلاق ترین فرد باشه. ببینید اینا حرفای خیلی عجیبی است که باید واقعا با آب طلا نوشت. نوشت گفتنش بسیار آسانه. بله آسانه که آدم بتونه واقعا در عملاً در عمل باشه. بله بسیار سخت است. و فرمود من لا یرحم لا یرحم، هر کس به زنان و کودکان رحم نکنه خداوند به او رحم نمیکنه در دنیا و آخرت. عنایت کنید چقدر اینا مهم هست. بله. با زنان بسیار مهربان بود. در خانه بینندگان عزیز ما دقت کنن، کار خانه میکرد پیامبر، لباس خود خور میشست، غذا میپخت، خانه نظافت میکرد. من تأکید دارم روی این جملات. با کودکان بسیار مهربان بود، دائما کودکان میبوسید. وقتی که به سجده میرفت امام حسن و امام حسین علیه السلام گاهی اوقات روی گردن پیامبر میرفتن، اونقدر سجده طولانی میکرد تا اینا خودشون از روی گردن پیامبر پیاده بشن و بعد برمیخواست، خشونت نمیکرد. و تربیت پیامبر همراه با اخلاق بود. ما گاهی اوقات میخوایم بچه‌ها و زنها انسان‌های متدین تربیت بکنیم، از خشونت استفاده میکنیم. اینجا باید عرض کنم که این خشونت دقیقا نتیجه عکس میده. بله. اگر شما میخواید که این فرزند، این دختر با حجاب باشه، این پسر و بچه شما نماز خوان بشه، باید بیشترین ملاتفت با او داشته باشید. یک نکته بسیار مهم رو شما اشاره کردین، گفتین تربیت بر اساس اخلاق بود. بله. مگه میشه بدون اخلاق هم تربیت کرد؟ درود بر شما. اصلا بدون اخلاق تربیت معنا نداره، دقیقاً ضد تربیت میشه. ما به خاطر یک ارزش رو با پا بداریم میتونیم که از یک روش ضد اخلاقی و ضد ارزشی بیایم و به هیچ عنوان از نظر ما هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. پس چرا در جامعه ما اینقدر متاسفانه دچار این مشکلات هستیم؟ به خاطر سوالایی که شما خودتون بله، زدید. بله به خاطر جهلی است جناب آقای حیدری که مار فرا گرفته. بله. گاهی اوقات ما اون جهل قبیله‌ای و موروثی خود خور نام دین بر رو میگذاریم. شعر رو بچه همین ماند بدو تو پیغمبر به چی مانی بگو، به چی مانی بگو. بله بیشتر مخاطب خودم قرار میتونم بسیار شرمنده میشم. بله بله دقیقاً همین است. ببینید در آداب معاشرتی که پیامبر داشت، پیامبر لباس او با اصحاب متفاوت نبود. در مسجد حلقه‌ای و دایره‌ای می نشست. وقتی که کسی وارد می شد نمی فهمید که کی پیامبره. ما دوی مجالس خودمان هر کسی که آستین او کهنه تره در پایین مجلس می شینه و هر کی ثروتمندتر و برخوردارتره در بالای مجلس. یک چنین چیزی در مورد پیامبر معنی نداشت. حتی نگاه خود تقسیم می کرد بین افراد. و پیامبر انسان بسیار نرمی بود در گذشتن از حقوق خودش. اگر کسی به پیامبر ظلمی میکرد خیلی راحت از حق خودش میگذشت. در دفاع از حقوق جامعه بسیار باصلابت بود. کما اینکه قرآن میگه فاستقیم کما امرت. بله. در عبادت فردی بسیار دقیق بود و قرآن میگه قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه. و بعد میفرمود که عبادت فقط عبادت فردی نیست. میفرمود این حدیث عنایت کنید، فرمود حقیقت عبادت خدمت به بندگان خداست. الخلق کلهم عیال الله فخیر و عباد الله انفعهم لعیاله. درود بر شما. فرمود کسی که آزار او به همسایه او برسد ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده است. بله میدونم. بله. که گفتنی درباره پیامبر بسیار زیاد هست. بله. این در چند دقیقه آخر حدود 3 دقیقه که هست. بله. یکی دو نمونه از سیره اخلاقی امام صادق علیه السلام عرض کنم بفرمایید. بسیار خوشحال میشم. امام صادق اولا فرمود که این حدیث حیف واقعا نگم، فرمود بلی. لا تختبروا شیعتنا بکثرت الصلاة و الصوم ولكن اختبروهم بصدق الحديث و اداء الامانه. الله فرمود علامت شیعه ما صرفا نماز مستحبی زیاد خواندن و روزه زیاد گرفتن نیست، بلکه علامت شیعه حقیقی علاوه بر نماز و روزه راستگویی و اداء امانت است. بعد در حدیث دیگری فرمود شیعتنا علی ثلاثه اصناف، سلفون
سنفون یستأکلون بنا و سنفون یتزینون بنا و سنفون مننا و الینا. گروهی از شیعیان از طریق ما نان میخورن، فقط نام ما رو یدک میکشن، میگن ما شیعه هستیم اما عمل شیعه در اونها نیست، در واقع از ما سوء استفاده میکنن. وسیله برای امرار معاش خودشون قرار میتن. دقیقاً. و فرمود عده‌ای ما زینت خودشون قرار میدن و گروه دیگری هستند که از ما هستند و در مسیر ما حرکت میکنن. یعنی دو گروه، اگر یک توضیح بدید. بله، ببینید گروه اول عرض کردم گروهی هستند که صرفاً از این طریق نان میخورن، این وسیله کاسبی و بله. کسب نامونان و ایناست. میگن که گروه زینت ما هستند و گروهی که از گروه ما زینت و صرفاً با نام امام صادق، با نام ائمه برای خودشون کسب افتخار میکنن، دنبال کسب آبرو در جامعه هستن به نام امام صادق با عناوین مختلف که ما الان دیگه مصادیق نمیخوام نام ببرم، ممکنه به کسی بر بخوره بله و فرصت هم نداریم. و فرمود سنفون مننا و الینا، گروهی هستن که حقیقتا در مسیر ما حرکت میکنن. به یکی از اصحاب فرمود فلانی، فرمود ان الحسن لكل احد حسن و منك احسن لمكانك مننا و ان القبيح لكل احد قبيح و منك اقبح لمكانك منا. ببینید این حدیث چقدر زیباست، این داره واقعا مار خطاب قرار میده. فرمود کار خوب از هر کسی خوبه، از تو زیباتره چون تو منسوب به ما هستی، تو شیعه امام صادق هستی. فرمود کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، و کار زشت از هر کسی زشته، از تو زشتره باز هم چون تو به ما منسوبی. من یک دو تا نمونه اینجا عرض کنم. امام صادق علیه السلام اولا رسیدگی عظیم به فقرا میکرد. راوی میگه امام صادق بعد از این که کارهای روزانه او تمام میشد، گوشت و نان و گندم برمی‌داشت، داخل کیسه بزرگی می‌گذاشت و میرفت به قسمت‌هایی از مدینه که فقرا جمع می‌شدن به اونها غذا می‌داد. چه بسا سن سال از حضرت گذشته بود، شیخ‌العیمه هستن. بله، در سن بسیار بالا. بله. و حتی اونقدر این مسئله جا افتاده شده بود که روزی که امام صادق رحلت فرمودن به فقرا کسی اطعام نکرد، فقرا فهمیدن که این شخصی که اطعام می‌کرد هر شب امام صادق است. امام صادقی که 4000 نفر شاگرد داره. جمله پایانی را اگر استاد بله. گرامی بفرمایید. جمله آخری این است که ببینید تمام هست. بله، در جامعه ما اسراف متاسفانه از ناحیه بعضی از ثروتمندان زیاده و ما جامعه هستیم که در او فقر و بیچارگی و تهیدستی زیاده. پیام امام صادق به ما این هست که هوای بیچارگان و محرومان داشته باشین. فرمود در جامعه ای که ان الصرف یورث الفقر، اسراف باعث فقر میشه، و ان القصد یورث الغنا، اقتصاد به میان روی باعث ثروتمندی میشه. اگر نیازمندان ما دست در واقع نداری و فقر دراز نمی کنن به سمت ثروتمندان، ای باعث نمیشه که ثروتمندان مسئولیت خود فراموش کنن. در این شب مبارک تأکید میکنیم که جامعه عادل، جامعه پیامبر پسند، جامعه امام پسند و خدا پسند جامعه است که در او فقر نباشد، جهل نباشد، تبعیض نباشد، عدالت و انصاف و مهربانی باشد و شفقت نسبت به زنان و کودکان و محرومان و پابرهنگان باشد. بسیار عالی، استفاده کردیم از جناب عالی در این شب بسیار میمون و مبارک. امیدواریم که آرزوهای شما را خداوند به برکت این شب تبدیل به واقعیت کنه و ما همچنین روزی را شاهد باشیم. از شما بینندگان عزیز و گرامی که در این شب عید با ما همراه بودید و شادی هایتان را با ما شریک کردید بسیار خوشحال و خرسند هستیم. همراه با کارشناس محترم جناب استاد توکلی بزرگوار با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتان باشه.